به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر دزد تا آخوند چلقوز، بین اینا حجت الاسلام و آیت الله هرچی هست دزد، اکبر دزد و اسخر دزد، یاسر دزد و محسن دزد، سقوه دزد، ستویله دزد، سردار دزد، انتظامی دزد، دزدی اسلامی. اسلام اجازه غارت داده، اسلام اجازه داده، قرآن اجازه داده که شما برید غارت بکنید، آدم ها رو بکشید. کلام الله، آدم ها رو بکشید. سوره انفال سوره هشتمه، بخونید. هوایی حرف نزن آدم، بره بخونه. وقتی خوند ببینه که بله، این کاری که اینا میکنن درسته، اللهیه، محمدیه. در سال دوم هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، تا اون وقت به جاهای مختلف حمله کرده بودند، همه شکست خوردن. بین من شما بمونی کسی ندونه، در نخله اینا رو غافلگیر کردن. یعنی توی مدینه کسی بود که خبر میداد، اونا مواظب بودن، عوض این که اینا گیر بیفتن اونا گیر میفتن. الله هم نمیدونست اون یه نفر کیه. اینی که حضرت رسول حیله‌ای به کار زدن، یه نامه‌ای دادن دست یکی از این مسلمانان، گفتن با عده مسلمان دیگه دو روز به طرف شمال شرقی برید و بعد این نامه رو باز کنید. تو این نامه نگاه کنید که اول ببینید هر کسی با شماها مخالفه، بگید که شما برگردید. اونایی که موافق بودن با خودت ببر، در اینجا یک کاروانی داره میاد در محل چاهی که به اسم نخله هست، اونجا اتراق کردن، شبانه بریزین همه اینا رو، ترتیبشون رو بدین، مالشون رو بردارین بیارین. این رسم عرب ها بود. حضرت رسول هم از آسمون نیامده بود، عرب بود. یارو وا کرد، دید نوشته که این کارو بکنید. تا اونجا نمیدونست، گفت ای وای، ماه رجبه، ماه رجب که ماهیست که ما ممنوع حمله کردن اینامون. ولی به هر صورت با مردم در میون گذاشت، دو نفر رفتن و بقیه رفتن و حمله کردن و سرمایه اولیه اسلام از اینجا شروع شد. حالا بازماندگان اونا اگر دزدی میکنن، خب راه اسلام رو دارن میرن. برای اینه که ما میگیم دزدی اسلامی، و برای اینکه این دزدی پا بر جا باشه و ادامه داشته باشه، اینا بایستی پایه های اسلامه نو به محمدی رو قرص نگه دارن. الله با اینا موافقه، الله آسمونی، الله زیرزمینی نمیدونم، اون فقط اون زیره که اینا سهمشو بگیرن بفرستن اون زیر، طبقه هفتم. اون الله زیرزمینی پول واسه چی میخواد؟ ولی خب یه عده ببعی هستن، پول میخوان اونجا بریزن، به ما مربوط نیست. حق آخونده که صبح به صبح بره تو چاه صبحونه‌شو بخوره، بیاد بیرون بگه پیش امام زمان بودم.
پیروانش هم بگن به. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستی یا یکی از بینندگان برنامه یا هر چی خودش دوست داره من صداش بکنم، یک نامه بدون امضا از کرمانشاه بر من نوشته، یه ایمیل. این خیلی جالبه و این رو میخوام بخونم براتون. امیدوارم این دوست هم H. Sameg Looking Six، حالا این اسمیست که برای خودش گذاشته، H. Sameg Looking Six. اگر هستی کاغذ مدادی بردار، چون من نامت رو میخوام امروز با هم دیگه بحث کنیم، چون نوشتی این بحث رو نمیشه کرد، شما حرفات رو زدی از اونجا، منم یه پاسخهایی دارم. و مخصوصا این نامه رو از توی نامه های مخالفین من سعی میکنم پیدا بکنم، چون هی من قربون تو، تو قربون من، کار به جایی نمیرسه. باید موافق و مخالف باشه تا بفهمیم کجای کاری. روی این نظر، این نامه چون طولانی میشه و ممکنه تمام وقت امروزمونو بگیره، من اون قسمتهایی رو که از این کتاب نگاهی نو به اسلام به شما بدهکارم و گفتم که هر روز 10 دقیقه وقتمو میذارم برای این، برای قرآن خونی، براتون توضیح میدم. در اون قسمتی بودیم که زمین ها آفرینش چه مدتی به طول انجامید و چند تا زمین در منظومه شمسی وجود داره، چند تا اینا، از اینها رد شدیم و رفتیم به چند مشرق و چند مغرب و بعد خورشید و ماه که لباس های یکیشون خیلی پر نور تنش میکنه شبا، که صبح میاد برق بزنه، ما ببینیم که این لباسی که پوشته خیلی برق میزنه، از عرش این نور میاد، ولی نور ماه از یه پایه عرش میاد، برای این کمتره. اینا شبا قرار شد مطابق گفته های قرآن، اینا رو همه رو با نشونی آیه و سوره براتون گفتم. و قسمتی که خورشید در یک چشمه آب تیره غروب میکند، که از قول الکساندر پوشکین براتون گفته هاشو گفتم، و راجع به اسکندر و ذوالقرنین و نمیدونم اون حرفایی که در قرآن زده، نشونیای یه چیزای عجیب غریب داده، ذوالقرنین به طرف غرب رفت و دید چشمه آبی گلالوده، بعد مردمی اونجا بودن، الله گفتش که هر کاری دارد میخواد با اینا بکن، میخوای ببخششون، میخوای بکششون، چون الله دادگره و قرآن حرف بی خود نمیزنه هیچ وقت. خورشید در برابر الله سجده میکند و ممکن است از مغرب طلوع نماید. افزون بر روایتی که در پیش از ابوذر غفاری درباره طلوع و غروب خورشید نقل شده، او در جای دیگری روایت کرده است، پیامبر الله در هنگام غروب از من پرسش کرد: آیا میدانی خورشید در هنگام غروب به کجا می رود؟ و پس از اینکه من تمایلم را برای شنیدن پاسخ ابراز داشتم، اظهار داشت: خورشید هر روز پس از غروب به زیر عرش الهی می رود و برای طلوع بعدی از الله اجازه می خواهد. پس از دریافت اجازه طلوع می کند و به کار روزانهش ادامه می دهد، ولی زمانی خواهد آمد که به او اجازه معمول همیشگی داده نخواهد شد و او ناگزیر است به همان محلی که غروب کرده برود و از آن محل که مغرب باشد طلوع کند، و این امر حاکی از تفسیر آیه زیر است. این آیه
آیه 38 سوره 36. با اینجور شد و شمس تجری لمستفر لها. حالا من این رو چون زیر زبر نداره نمیخوام غلطی بخونم. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت میباشد. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت می باشد. این دلیل قدرت الهی است. و آیه 37 همان سوره، یعنی سوره 36، سوره یاسین، میگه شاهکار معجزه‌گر الله را درباره آیه بالا به شرح زیر تایید می کند و می گوید و برهان دیگر برای مردم در اثبات قدرت الله شب است که چون روز را از آن برگیریم ناگهان همه چیز را در تاریکی فرو می گیرد. آیه 37 سوره یاسین. این معجزه الله که وقتی که روز رو می گیرن شب میاد. یه دی باور میکنن همین رو. الله در آیه 39 همان سوره تشبیهی درباره ماه و محور حرکت آن به عمل آورده که به راستی از زیبایی خردها را به لرزه و شگفت در می آورد، بدین شرح که و ما برای گردش ماه منازلی مقرر کرده ایم تا مانند ساقه خشک و لاغر و زرد خرما بازگشت کند. خب خیلی ها هستند، گفتم من امروز زیاد وقتتون نمیگیرم، اینها رو باور میکنند، اشکالی هم نداره. یک مرتبه آدم زیر همه چیز نمیتونه بزنه که. این راه پله پله است. خیلی کسا هستن با خود شما صحبت میکنن میگن آقا ما دین و اینا رو قبول نداریم، اما خدا رو که نمیتونیم قبول نداشته باشیم. خب آقای عزیز، خانم محترم، این خدا رو کی به شما معرفی کرد؟ شما نمیتونی دین رو قبول نکنی و خدا رو قبول بکنی. خدا اختراع دین هاست. چون حرف خودش رو قبول نمی کردن گفتی یکی اون بالا نشسته گفته. حالا تو بگی من اونی که گفته و همه اینایی که اومده زحمت کشته من اونا رو قبول نمی کنم، اما خدا رو باور میکنم. البته کسی حق نداره به شما بگه باور بکن باور نکن هر چیزی، ولی توی گفتگو سکته میخوره کار. تو میتونی بگی که من حرفای فاضلی رو باور نمی کنم. خود منه که نمیتونی انکار بکنی. من اینجا نشستم دارم حرف میزنم. دین اصل کاریه که خدا آورده، نه خدا که هی کتاب نوشته هی مأمور فرستاده. تو خدا را از طریق دین میشناسی، چه اون روزی که مردم عقلشون نمیرسید از درخت و سنگ و بعد رفتن ستاره و ماه و خورشید، یا امروز که الله و یهوه و شینتو و حالا شینتو باز فرق میکنه، یه باوریه مثل باور مهری ایرانیان.
بیایید. نمیدونم اصلا به من نیست که این حرفا رو بگم، ولی من فکر میکنم در طول خوندن این نامه به همین حرفا برسیم. ازتون خواهش میکنم، چون من از خودم با این شخص عقاید خودم میگم، ولی جوابهاشو با کتاب میدم، با قرآن میدم. میگه آقای فاضلی اگه اجازه بدید نظرامو درباره حرفای شما بگم. خیلی مؤدبم نوشته ها. اول از همه من بگم فقط یه نفر رو میپرستم و اون خدایی هست که منو آفریده و کار به امام و آخوند و حدیث و اینکه شما معبود منو قبول دادید یا نه ندارم. باریکلا، بسیار پیشرفته است این حرف، بسیار خردورزانه است این حرف. البته من از هرچه آخوند و وطن فروش بدم میاد از هیچ کس هم نمیترسم که اینو اعلام کنم. درود بر شما. من نمیگم شما حرف مفت میزنید، شما هم نمیتونید بگید که من حرف مفت میزنم. من جلو جلو گفتم که حرفای درست میزنید، چون این نظر منه و نظر و عقیده شما یه چیز دیگه است. درست میگی و من از این متنفرم که کسی رو مجبور به انجام کاری بکنم و مثلا به شما بگم که خدای منو بپرستید و شما و هیچ کسی دیگه نمیتونه منو وادار کنه که کاری رو قبول ندارم انجام بدم و چیزی رو که نمیدونم بپرستم. نوع حرف زدن، حرف زدن جوونه، حتی میخوام بگم زیر 20 سال، چون شور و هیجان داره حرفاش، شور و هیجان جوونی داره. حرفای درست زده ولی حرفای پخته نزده. چون روی من، سخن من با شما جووناست، اینی که جوونی که من اعتراض کرده دارم میخونم، چون بین شماها ممکنه این حرفا باشه. چون عقل دارم و فرق من با گاو همینه. ببینید رشد بچه ها خیلی زیاد شده. درود به شرفت. من از بین حدیث و کتاب و اینجور مزخرف ها فقط قرآن را قبول دارم، چون هیچ چیز توش ندیدم که اشتباه باشه. اگر شما قرآن رو کامل خوندید و هیچ چیزی توش اشتباه نبوده، من فقط تقاضایی که دارم یه بار دیگه بخون. منتها دو رقم قرآن میشه خوند. این کلام خداست؟ آیا این کلام خداست؟ زیاد تفاوتی نداره. منم به شما نمیگم شما اشتباه کردی، چون همونجوری که خود گفتی حق این کار رو ندارم. اما پیشنهاد میکنم یه قرآن روون به دست بیار و بخون اگر دلت میخواد. برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست. اینی که میگی مثل اینکه فقط و فقط آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی رو خوندی. یعنی من نمیخوام بگم شما قرآن رو نخوندید، شما حتما خوندید، اما اگر میگی که هیچ اجباری توی قرآن نیست، یه خورده من سه دفعه فکر میکنم عوض دو دفعه که این چجوری قرآن رو خونده.
مگه میشه آدم قرآن رو کامل بخونه و ببینه توش هیچ اجباری نبوده؟ قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته، ولی نگفته باید این کار رو بکنی. و این دین مسخره جمهوری اسلامی ایرانه که آدم باید کاری رو بکنه که خمینی یا خامنه‌ای میگن. عزیز دلم، پسرم، یک بار دیگه قرآن رو بخون بدون تعصب، چون تعصب جلوی چشم آدم رو میگیره. من با این سن کمم، حتما گفتم زیر 20 ساله، تقریبا همه ی کتاب های نادان ها رو خوندم و هیچ شباهتی بین اونا و قرآن نمیبینم. توی توضیح المسائل هیچ وقت راجع به قرآن چیزی نمی نویسه، هیچ چیزی از خودشون در میاره. اما شما یه مقداری متناقض صحبت میکنی. بذار مثلا قرآن رو بهت بگم چیه. در موقعی که حضرت رسول گرفتاری پیدا میکرد، میخواست تو جنگ باشه، میخواست دعوای حفصه و زینب و نمیدونم عایشه باشه، میخواست گرفتاری در مکه باشه یا در مدینه باشه، جبرئیل از پیش الله یک یاد داشتی برای خودش، چون حضرت نمیتونست بخونه، حضرت بی سواد بود، میآورد برای حضرت تعریف میکرد و حضرت میرفت زیر یه پتوی، زیر یه عبایی، یه خورده حالت لرزش و اینا به خودش دست میداد، عرق میکرد اون زیر و بعد میومد بیرون، اون چیزی رو که از جبرئیل تعبیر گرفته بود میخوند، نمینوشت، میخوند. در بین اعراب اون زمان مطابق تاریخ بیشتر از 12 نفر نویسنده با سواد وجود نداشت. یکی از این آدما معاویه بود. یکی از این آدما عایشه بود. کجا یاد گرفته بود نمیدونم. دختر خوانده ابوبکر خوندن و نوشتن و کجا یاد گرفته بود کسی هیچ وقت سوال نمیکنه، چون این دختر 7 سالگی رفت به خونه پیغمبر. ببینید خیلی چیزا هست نمیشه سوال کرد. یکی از کسانی که کمک کرد قرآن گردآوری شد عایشه بود. یکی از کسانی که وحی رو مینوشت معاویه بود. بقیه مثل خود محمد حفظ میکردن. از اولین آیه که به حضرت رسول ابلاغ شد تا روزی که حضرت رسول از دنیا رفت و این حرفا رو میزد و مردم حفظ میکردند 23 سال گذشت. 2.5 سال ابوبکر خلافت کرد، 12 سال و خورده عمر، 23 و 12 میشه 35، 2.5 سال میشه 37.5. سال 4 و 5 خلافت عثمان قرآن تدوین شد، میشه 40 سال. دوست عزیزم، جان من،
بیا یه کاری رو بکن، 10 از رفیقات رو جمع کن در یه جا، امتحان بکن برای خودت، یک خط فارسی راحت یا 2 خط نه بیشتر، 4 خط و 5 خط هم ننویس. این رو برای نفر اول بخون، به نفر اول بگو، نفر دوم رو صدا کنه تو اتاق، صدا که کرد بگو اونی که من برات خوندم به این آقا بگو. آقای نفر اول از اتاق بیرون کن، به نفر دوم بگو، نفر سوم رو صدا کنه. نفر سوم که اومد بگو اونی که اون آقا بهت گفت تو به ایشون بگو. این کارو تا نفر دهم فقط در عرض 10 دقیقه ادامه بده. ببین حرفی که نفر دهم میزنه با نوشته ای تو چقدر اختلاف داره. از روزی که به حضرت رسول اولین وحی از جانب الله اومد تا روزی که قرآن جمع شد 40 سال زمان داره. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینو همه با هم دیگه اونجایی که حضرت رسول بهش وحی شد و بعد اومد برای خدیجه تعریف کرد یه کسی نوشته. ولی وقتی دعوا بود سر بعد از جنگ احد که ما این اینا رو که دزدیدیم چجوری قسمت بکنیم، الله بلافاصله جبرئیل فرستاد پایین. اول سوره انفال آیه میگه که هر چی شما غنیمت میگیرین مال اللهه، باید بدین به رسول الله. بعد خب الله فکر میکنه که مردم میگن خب واسه چی پس از ما برین جنگ، بریم جنگ که چطور بشه. میایم به آیه های بعدی که میرسیم میگه نه، 20% مال اللهه. وقتی که الله دستور میده که شماها مال مردمه که دزدیدین، بیاین 20%شو بدین بقیهش مال خودتون، دستور دزدی رو کی داده؟ هیچ اجباری در کار نیست. نرفتن اونا رو مسلمون کنن، چون شما میگی در قرآن اجباری در کار نیست. منم قبول دارم اجبار در کار نیست، پس رفتن دزدی کنن، مال مردم رو برداشتن و بردن. الله اولش میگه که همش مال منه، بعد میبینه خب اینا همه مردم میرن دیگه، و نمیره یارو دزدی کنه بیار بده الله. بعد میگه نه، 20% مال منه. سوره انفال سوره 8 رو بخونید ببینید آیا غیر از این است که من میگم. من البته شما قرآن رو قبول داری قبول داشته باش، الله رو قبول داری قبول داشته باش، هیچ کسی هم در دنیا حق نداره بهت بگه که این کار رو نکن. من این مورد قرآن رو، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی ترتیب یافته. ببخشید، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی یعنی اون زمانی که وحی میاد اینا رو پشت سر هم کرده باشن، اونجوری نیستش. مقدم مؤخر نداره، چون اون زمانی که اینا رو جمع میکردن یارو میگفت این فایده نداره، اینی بریزیمش دور، میریختنش دور حرف الله رو.
ولی شما خب به قرآن اعتقاد داشته باشید، بسیار کار خوبیه. و نه موضوع درون مایه های آن، یعنی همه رو بیان اونایی که مربوط به یه قصه است یه جا بکنن و بعد بقیه رو یه جا دیگه بذارن، بلکه بیشتر سوره ها از ابتدا تا انتها بر اساس شماره آیه نظم گرفته. هنگامی که یک خواننده آشنا به نوشتارهای ابراهیمی، نوشتارهای ابراهیمی تورات و انجیل، این کتاب را می‌خواند، در می‌یابد که درون مایه آن همان مطالب و داستان‌هایی است که در آن نوشتارها آمده است. بیشتر مطالب قرآن از نوشتارهای عادی کلیمی که جنبه وحی نداشته و به ویژه از تلمود، تلمود کتابی است که پا به پای تورات در طول تاریخ یهودیان یا پیامبران یهودی نوشتند یا ادعا کردند که پیامبران یهودی اینا رو گفتند، و به کرات در این کتاب دوباره و چند باره تکرار شده است. کتاب قرآن سرشار از تضادها و اشتباهات تاریخی و علمی است. افزون بر آن، الله و کتاب قرآن رفتارهای غیر اخلاقی از قبیل دروغگویی، دزدی، نیرنگ، فریب و حیله‌گری، برده‌داری، تجاوز جنسی، زجر و شکنجه و تروریسم را مجاز می شمارند. اگر فردی بدون احساس ایمان مذهبی به خواندن و فهمیدن مطالب این کتاب بپردازد، بدون تردید دچار گیج مغزی شده و به این باور می رسد که این کتاب به وسیله چند نفر و یا دست کم دو نفر و در دو مکان جغرافیایی گوناگون نوشته شده است. محمد دلایلش میاره، تا اینجا عقایدش گفت، حالا دلایلش میاره. نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است، آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی بر می شمارد. او می گوید که این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15، اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید، برای این میگم. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، اون بالای چاپخونه کتاب ها اونجاست همش، در آیه 4 سوره 43 نقش بسته است. او می افزاید مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. آیه 15 سوره 11، آیه 38 سوره 10، آیه 21 سوره 2 یعنی بقره، آیه 90 سوره 17 در هیچ زمانی قابل تغییر نیست. از مرگ محمد 17 سال بیشتر نگذشته بود که هر تغییری داشتن تونستن توی قرآن دادند. اینی که حضرت رسول فرمودند، آیه 115 سوره 6، آیه 26 سوره 18 و آیه 64 سوره 10، هیچ گونه ریایی در آن وجود ندارد. اولین آیه سوره 18 و از هر گونه تناقضی تهی است، یعنی با هم حرفا تناقض نداره.
این کتاب از سوی الله خرد آگاه، این آیه آیه 37 سوره 13 است و آیه 1 سوره 11 آمده است، از طرف الله خرد آگاه آمده و شفای دل و رحمت الهی است، آیه 84 سوره 17. محمد میگوید کتاب قرآن آنچنان نفوذگذار است که خواندن آن سبب به لرزش درآوردن پوست بدن فرد با ایمان می شود. در آیه 24 سوره 39، و اگر بر کوه نازل شود از ترس الله به دو نیم شده و فرو می ریزد، جنها که موجوداتی نیم انسان و نیم غیر انسان هستند هنگام شنیدن آن در برابر عظمتش به سجده افتاده اند. آیه 1 سوره 72. هیچ چیزی در روی زمین و یا در آسمان وجود ندارد که در کتاب قرآن نیامده باشد. آیه 7 سوره 27 و آیه 7 سوره 11، آیه 61 سوره 10، آیه 59 سوره 6، آیه 3 سوره 34. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آدم ناپاک نباید به قرآن دست بزند. آیه 78 سوره 56. یکی از پژوهندگان غربی به نام چارلز کالتر توری در پژوهشی با ارزش که درباره اسلام به عمل آورده می‌نویسد، پیامبر عرب خودش اعلام داشت که اسلام زاده راستین تورات و انجیل می باشد. بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز دریافت کرده است، اصول احکامی که برگ های نخستین قرآن را پر کرده اند. عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته جبرئیل، مزایای پیروی از انجام امور مذهبی و غیره که به گونه کامل از نوشتارهای مقدس یهودی ها و کلیمی ها گرفته شده است، واژه الله و یا خدا که زیربنای فرهنگ اسلام را تشکیل می دهد، پیش از ظهور اسلام و محمد در بین بادیه نشینان عربستان بسیار معمول بوده است. برای مثال یکی از چکام سرایان عرب به نام زوهیر می سراید آنچه را که در دلت وجود دارد از الله مپوشان. این چکام سرا مال قبل از محمد بوده. او از تمام گفتار و کردار تو آگاه است، چیزی را از او پنهان مکن. پاداش تو از الله ممکن است دیر و زود داشته باشد، ولی از بین نخواهد رفت، زیرا روز قیامت و یا انتقام با شتاب خواهد آمد. این مال قرآن نیست. قبل از این که محمد به دنیا بیاد زهیر اینا رو سروده. در سطر 19 کتاب دیوان که به وسیله اهل وارت ویراستاری شده، النبیق می سراید زیرا الله به هیچ فردی زیان نخواهد رسانید. اینها رو فقط براتون توضیح دادم. شما به هر چی دلت می خواد ایمان بیار، به هر چی دلت میخواد. ما همه حرفمون همینه. اعتقاد یه مسئله شخصیه. منم اگه اینجا حرف میزنم باور کنید، نمیدونم شما برنامه منو همه رو میبینی یا یه دونه رو دیدی یا اصولا قصدت از نوشتن این نامه چی بوده، ولی به هر تقدیر نامه به درد من میخوره. من همیشه میگم اون چیزهایی رو که با خردتون میخونه قبول کنید، اونایی هم که نمیخونه من اصراری ندارم.
اگر من بیام بگم که حرف من درسته، منم میشم آخوند، منم میشم محمد. هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنید. در قرآن به شما یاد میده که چجوری کفار رو تعقیب بکنید، مشرکین رو چیکارا باهاشون بکنید، دست و پاشون رو چجوری قطع کنید. ولی شما میگی تو قرآن خوندی اینو ندیدی. شاید قرآنی که شما خوندی اینا رو توش ننوشته. برو یه قرآن پیدا کن بخون. میفرمایند من حرف شما را قبول دارم، اما نه همه حرفا را. شما هم ممکنه هیچ کدوم از حرفای من قبول نداشته باشید. من به شما حق میدم، چون تفکرات من و شما خیلی با هم فرق داره. با سن کمت خیلی خوب صحبت میکنی. شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. شما نمیتوانی الکی حرفی را از زبان محمد یا امام یا کسی دیگه بگید. اینو من نگفتم، کتاب‌های آخوندها گفته. از حدود از حتی مثلا 10 سال 15 سال بعد از محمد نوشته های هست. ببین امامای شیعه هیچ کدوم کتاب ندارن، ولی در زمان امامای شیعه آدمای باسوادی بودن، می نوشتند. در دینها عیسی داستانه. اگر اون 4 نفر اون انجیل ها رو یا اون 40 نفر ننوشته بودن، اگر پل مقدس نیامده بود و اون نامه ها رو ننوشته بود، عیسی نبود. اگر زمان انبیا و پادشاهان در یهودیت قصه ها رو هی تکرار نمی کردند، موسی نبود. اینها تو تاریخ نیستند. مصر خیلی 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 قبل از میلاد نوشتار داره. شما کتاب سینوه رو بخونید، 2000 سال قبل از میلاد، ببینید راجع به تمدن مصری چی میگه. وقت نمیشه که اون همه اتفاقات که تو تورات میگه در مصر افتاده هیچ کجا نوشته نشده باشه. اما محمد رو به دلیل اینکه اشخاصی که در اون زمان بودن نوشتند و دنباله کارش رو گرفتند، اینی که همه میشناسن. اگر انجیل به زبان یونانی ترجمه نمیشد، شاید یه دین همون محلی بود. و اگر بعد با مهر پرستی، با مهریان، با آداب و رسوم مهریان عجین نمیشد، شاید اینجوری گل نمی کرد و تو دنیا طرفدار پیدا نمی کرد. و اون وقتی که اومدن شمشیر رو گرفتند و مردم دنیا رو به زور شمشیر مسیحی کردند، پاپ های بیگناه. اسلام هم به وسیله شمشیر وسعت پیدا کرد. حالا شما اگر نمیخوای قبول کنی، حقت، هر کاری دلت میخواد بکن. چون من و تو 1400 سال پیش نبودیم که. کتابا رو همه رو دور میریزیم به جز یک کتاب، کتاب قرآن. اگه عقیده شما اینه، همه کتابا بی خود دور ریختنیه به جز قرآن. 1400 سال پیش شما بودی که ببینی قرآن خود محمد گفته، الله به محمد گفته، نه. ولی خب قرآن قبول داری، به اون ایمان داری، هیچ اشکالی هم نداره. چون اینجا ببین، این حرفا رو من برای این زدم که شما نوشتی که شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. نمیتونیم بگیم که
تو چارت کتاب مزخرف چیزهای مختلف نوشتن. اینجوری راجع به نویسندگان حرف زدن، چون شما خیلی با ادب صحبت میکنی یه مقداری تجدید نظر کن. هر کی هر چیزی از اون یادش بوده و نوشته، ولی قرآن با همه اینا فرق داره. نه، قرآن هم یه دی یادشون بوده نوشتن، تا اطلاعات شما راجع به قرآن کمه عزیز دلم، چون تک تک آیه‌هاش وقتی نازل شده بلافاصله نوشته شده. میگم اطلاعاتت کمه راجع به قرآن، یا ایمانت زیاده. هیچ کس نتونسته عوضش کنه. چرا؟ اشتباه میکنی. و اینکه این آیه ها چطور اومده و نوشته شده رو خدا خودش تو قرآن میگه که هیچ چیزی مثل خودش نیست و چیزی رو اون میدونه که من و تو نمیتونیم بدونیم و بفهمیم، چون اگر میتونستیم دیگه فرقی بین ما و خدا نبود. ما هر چیزی رو نمیتونیم بفهمیم براش اسم میذاریم، و وقتی براش اسم گذاشتیم اون وقت فکر میکنیم، حالا وقتی حالا که میگیم خدا، یه دفعه بیان بشینیم فکر کنیم میگیم خدا چه جور چیزیه، کجا بوده، چه جوری به وجود اومده، جسم دست داره، پا داره، نداره، بخار، گاز، یا به قول ماهون پرستان روح. ببین این چیزهاییست که خود روح رو ما نمیدونیم چیه. یه اسمی واسش میذاریم میگیم روح، همه میگن روح. این نکته علمی به شما بگم، قوه جاذبه، برید راجبش بخونید ببینید اصلا یه مبحثیه، ولی ما نمیدونیم قوه جاذبه چیه. اینی که میندازی میخوره زمین. چون نمیدونیم یه اسمی براش میذاریم، اسم رو صدا میکنیم. خودت اینجا بدون اینکه دقت کرده باشی میگی که ما چون نمیدونیم، اگه ما میدونستیم ما هم خدا بودیم. البته من از شما توقع ندارم تو این سن پایین به جایی برسی که بتونی به خودت متکی بشی، ولی راهی رو که شروع کردی خیلی خوبه، ادامه بده. اما دلایلی که بعد آوردی دلایل یهو بچگونه میشه. میگی که مثلا شما که میگی همه برین قرآن بخونید، خودت برو قشنگ بخون. یعنی فکر میکنی من قرآن رو نخوندم بی خودی دارم حرف میزنم، مثل بچه ها حرف زدی. برای این که من این خونده و اولش گفتم، اولش یادم نبودم که خود نوشته بودی سنم کمه، گفتم پرشوره. یعنی تو فکر میکنی من کارم میدونی چیه، من تحصیلاتم فلسفه ادیانه، من باید کتاب ها رو میخوندم، میرفتم امتحان میدادم و نمره میگرفتم، نه اینکه ببینم خدا کیه، پیغمبر کیه. باید میفهمیدمش که بتونم راجع بهش بنویسم، اونم با بدبختی، با زبون غیر از مادری. اما اگه شما فکر میکنی من قرآن رو نخوندم، حتما درست فکر میکنی. اگه چیز دروغی دیدی، اجباری دیدی، اختلاف بین دوتا آیه یا گافی دیدی، اگه خرد داری بیا فکر کن و بگو من نمیدونم که چه خری چه استنباطی از آیه های قرآن کرده. تو به خود قرآن دقت کن، ولی به نظر من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میگین و ما باید رو به رو بشینیم با هم حرف بزنیم.
گفتم یهو دوباره میری مثلا بچه میشی. درست مثل اینکه اینو دو نفر نوشته. من این قسمت اصلا به جواب نمیدم، چون فکر میکنم بدون اینکه فکر بکنی اینا رو نوشتی. بله، من فکر میکنم وقتم بیشتر از این اجازه بده. سعی میکنم این کار رو با شما ادامه بدم، نه اینکه بخوام شما رو از راهی که میری یا فکری که میکنی منصرف کنم. نه، من فکر میکنم نظیر شما آدمهای زیادی هست، پس بنابراین اگه من یک روز برنامه‌مو بذارم یا دو روز برنامه‌مو بذارم با آدمی مثل شما صحبت بکنم، اون وقت اون آدم‌های دیگه هم میاند و این آیه‌هایی رو که من گفتم که شما میگی تناقضی در قرآن نیست، نمیدونم دستور قتل رو فردا راجع به دستور قتل و غارت قرآن برات از آیه ها صحبت میکنم، اون وقت اگر قرآن رو نخوندی یا سرسری خوندی برو دوباره بخون یا این آیه ها رو در بیار بخون که جای بحث با هم داشته باشیم، نه اینکه من شما رو بیارم به راه خودم یا بیام به راه شما. بحث کردن برای اینی که از همدیگه چیز یاد بگیریم. امیدوارم که خرد کمک همه ایرانی ها باشه. اگر یه روزی کشور ما 51% مردم با خرد فکر کنن، چون ایمان دشمن خرده، ایمان چیز بدی نیست ولی دشمن خرده، این دوتا رو بعد این آمریکایی‌ها ایمان دارن به مسیح، روز جمعه روز یه شنبه یه عده‌شون میرن کلیسا و گریه میکنن اینجوری میکنن وقتی میان بیرون ایمانشون رو میذارن اون تو، میان بیرون شروع میکنن زندگی کردن با خرد و هیچ راهی نداره جز خوندن کتاب. کتاب دو تا حسن داره، به من کمک میکنه برنامه ما ادامه بدم، به شما کمک میکنه خردورز تر بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.